گفتگو میکنم با آقای دکتر آرامش دوستدار، فیلسوف و اندیشمند ایرانی مشهور در سراسر جهان. آقای دوستدار در سال 1310 در تهران متولد شد و در دوران دبیرستان با جلال آل احمد به عنوان دبیر خود آشنا شد. دوستار میگوید از سنین جوانی این امکان را داشته تا به واسطه یه برادر بزرگش با بسیاری از روشنفکران ایرانی آشنا شود و از این طریق با مشکلهای جامعی که در آن میزیسته آشناتر گردد. او نخستین بار در سال 1337 به آلمان سفر کرد و در سال 1350 از دانشگاه بن در آلمان در رشته اصلی فلسفه و رشته های جنبی روانشناسی و دینشناسی تطبیقی به اخذ درجه دکتری نائل شد. دوستدار پایان نامه تحصیلیش را به شرح فلسفه نیچه اختصاص داده بود. آقای دکتر دوستدار اینک مقیم آلمان است و سه کتاب مشهور او، ملاحظات فلسفی در دین و علم، درخشش های تیره و امتناع در تفکر فرهنگ دینی، امتناع تفکر در فرهنگ دینی، گفتمانی انتقادی و پرسشگر دارد. آقای دوستدار فرهنگ ایران رو از گذشته تا به امروز فرهنگی دین خو می نامد. دینی که امکان پرسیدن را از انسانها سرد می کند و از آنها بنده هایی می سازد تا با توسل به مرجع دینی به پاسخ دست یابند. به باور دکتر دوستدار در فرهنگ دینی ایران هیچ وقت کشمکش فکری وجود نداشت و اگر هم بوده یا در زمینه فقه یا شرح فلسفه اشراق و یا درگیری هایی بوده که بین شعرا پیش آمده است. امیدوارم حالتون خوب باشه آقای دکتر. خیلی ممنونم، مرسی، متشکرم. خب بفرمایید، یک نامه سرگشاده از سوی شما خطاب به یورگن هابرماس، فیلسوف معروف آلمانی که چند سال پیش از ایران بازدید به عمل آورد در دوران ریاست جمهوری خامنه ای، نوشته اید که البته در سایت های ایرانی هم مورد بحث و فحص قرار گرفته. آقای دکتر دوستدار بفرمایید که دلیل، یعنی انگیزه اصلی نگارش این نامه به فیلسوف آلمانی چیست؟ اینکه او میخواهد برود در کنفرانس فلسفه یونسکو در تهران شرکت کنند؟ نه، اولا مربوط به دوره ریاست خاتمی بود در واقع. من نمیدونم که خامنه‌ای شنیدم. به هر حال نه، واقعا اینطوری نبود. برای اینکه من اون موقعی که نامه رو نوشتم این مسئله چیز اصلا مطرح نبود، مسئله تشکیل روز جهانی فلسفه در ایران. علت اصلیش در واقع این بود که سالها پیشون در دوره ریاست جمهوری خاتمی سال 2002 سفری رفت بود به تهران و بعد از برگشتن اینجا خب چندین گزارش در روزنامه منتشر کرد. برای من البته تعجب آور بود، لاقل در اون زمان 8 سال پیش تعجب آور بود که چه مناسبت همچی آدمی به حال فیلسوف مهم جهانی سفر میکنه به یک کشوری که وضع وخیمش اون موقع شاید 22 سال طول میکشت. بعد از اونم البته دو نفر دیگه رفتم و من خیال میکنم که
فقط غیر مستقیم او تونسته راه نما باشه برای که دیگران هم دنبال او برن. یکیش فیلسوف آمریکایی چیز بود، ریچارد رورتی، یکی هم یه فیلسوف دیگه آلمانی به اسم اوتفرید هوفه. اما خب اون زمان این سر و صدا خب خیلی کرد طبعا، و مقالات اونم چندین گزارش انقدر که من یادم هست نوشته بود، و یکی از این گزارش هم در گفتگوی مصاحبه با میروزنامه ها و حال منتشر شد. برای من تعجب آور در واقع به این صورت بود که بدون اینکه خیال بکنم که فیلسوف و عقل کل هستن، ملبس تفاوت، یعنی وضع وخیم ایران انقدر چشمگیر بود که برای من تعجب آور بود که او اصلا رفته به ایران چه کار بکنه. بعد همین اخیراً، یعنی مثل اینکه یه ماه نیم پیش، او در دانشگاه کوپر در نیویورک یه سخنرانی کرده بود در باره و حال مسئله مذهب تو خیلی مطرح شده بود. 3-4 نفر دیگه هم به حال بودم. من اون سخنرانی او رو به عنوان یک پاساژ هایی در ترجمه آلمانی دیده بودم و به همین جهت دیدم الان این فرصت هست که اون مسئله واقعا مهمتر سفر رو به ایران رو مطرح بکنم، و همین کنم کردم و به صورت یه نامه سرگشاده که در وهله اول خب آلمانی بود طبعا، و بعد هم ترجمهش در سایت های مختلف آمده. این ماجرای اصلی چیز بود در واقع. شما در واقع تا اونجا که من نامه رو خوندم، نکته اصلی یا موتور تحرک در این نوشته اعتراضاتون به هابرماس است، در زمینه این که به عنوان نمونه این جمهوری اسلامی از 30 سال پیش تا کنون با توسل به قهری اوریان و تصور ناپذیر از یک سو و اعمال فساد مطلق از دیگر سو به حاکمیت خود ادامه می دهد، و نتایجی که او از سفرش به ایران گرفته است، و اینکه به حال تمجیدهایی کرده از کسانی که در ایران دیده، یا به کلی از ایرانیان، که شما گفته اید ما ایرانیان استعداد این را داریم که مخاطب را به گونه ای جذب کنیم، بی تفاوت است که وسیلش تفاهم چاپلوسانه باشد یا جا زدن خود همچون حریفی بی هراس، و جز این از طبقه متوسط به بالای ما مردمان متعصبی نیستیم و بلدیم حتی درباره حق حیات شیطان نیز حرف بزنیم. دیدم در برخی از سایت ها این حمله شما به مردم ایران مورد نقد قرار گرفت. اشکالی هم نداره در واقع مورد نقد قرار گرفته باشه، اما در واقع این هست که الان ما 30 ساله که به این ترتیب از این دوره متأخر اگه بگذاریم به حال با این وضع اینجوری سازگار کرده بودیم خودمونو. اما ما در تاریخمون هم در واقع در آغاز تاریخ اسلام هم درست دیدیم، ما 250 سال مقاومت کردیم در مقابل اعراب، اما تمام تقریبا شکست های ما ناشی از این بوده، ناشی از خیانت های خود ایرانی ها بوده. جمعه خب رابط میدونید که بابک خرمدین و افشین تسلیم و تسلیم کرد،
اما من به حال نمیدونم که حالا چه اهمیت داره که یکی بهش بر بخوری و بر نخوری. مسئله این نیست، مسئله در واقع پدیده هیولایی است که کشور ویران کرده دیگه. قاینشون از خارج که نمیدونم بکنن، خود ما بودیم در واقع. آقای دکتر دوستدار، که در این حد به حال بیشتر من خیال نمیکنم. آقای دکتر دوستدار بفرمایید که شما در آثارتون مردم ایران رو دارای یک فرهنگ دینخو معرفی کردین و فرمودید که دین امکان پرسیدن رو از آنها، از آدمها میگیره و اونا رو بنده هایی میسازه تا با توسل به مرجع دینی به پاسخ دست بیابند. آیا این عدم پرسشگری و دائما پیرو این و آن و مقلد این و آن بودن است که فرهنگ ما رو به جایی کشونده که شما می‌فرمایید نه علوم طبیعی ما داریم نه علوم انسانی، ما اصلا علم نداریم، خطاب به همین آقا، و تمام کتاب‌های دانشگاهی ما عملا ترجمه از منابع غربی هستند یا بازنویس آنها هستند. یعنی ما 20 قرنه که دینخو هستیم واقعا. این مفهوم دینخویی که الان تو همه دهنها در واقع میگرده، معنای واقعیش هیچ چیزی جز این نیست که ما مستقلا نمیتونیم فکر بکنیم و استقلال فکری قطعا فقط از ناشی از استقلال پرسیدن میشه. برای بنابراین صحبت دین مطرح نیست و اینو به کرات جاهای دیگه هم نوشتم، بلکه مسئله این است که به محض اینکه کسی قادر نبود رأسا بپرسه، بلکه دائما متوسل میشد به مراجع یا میشه به مراجع متوسل، این در واقع یه آدمی است دینخو. اگر من گذاشتم اسمش گذاشتم دینخویی، به سبب این است که یه همچی پدیده ای از آنجا که دین در واقع از نظر قدمت شاید نخستین مرجع میتونه باشه، این به این معنی است که گفتم دینخویی. بلا معنیش این نیست که فقط کسانی که دین دارن دینخو هستن. حتی من نمونه شده در درخشش های تیده اونجا صراحتا گفتم که اگر یک کسی بناره بر این بذاره که تئوری مارکسیسم درست است و قطعا و نمیشه راجبش فکر کرد و پا گذاشت احیانا اون ور خط، اون دینخوه در واقع. بنابراین مسئله دینخوی اینطوری نیست که بگیم که چون احیانا یه دین خاصی داره او در واقع آدمیست یا یک فرهنگیست دینخو. فرهنگ ما عملا اینطوری بوده که مراجع همیشه بر ما در واقع احاطه داشتن و سوار بودن، از در خصوص مثلا از شاید میون قرن چهارم و پنجم و ششم که شاید ما مهمترین آدم رو ایجاد کردیم، اینا نمونه هایی هستن که سپس ما همش به اینا متوسل شدیم و هر کسی هم که احیانا یه مقاله می نویسه دیگه اینا رو ما فراهم می دونیم دیگه، یا استشهاد میکنه احیانا به مولوی یا به حافظ یا به هر کس دیگه، اما از این میان اندیشه ای بروز نمیکنه، بر نمیاد در واقع. یعنی ما در عمل خودمونو از طریق احاطه و تسلطی که بزرگان فرهنگ ما به ما داشتن دائما تکرار میکنیم. این به این صورت است که به حال از ذهن باید آدم این خارج بکنه که دین خوبی معنیش این نیست که آدم دارای دین باشه. ولی خب اگه دین باشه در غرب هم خیلی کسان هستن که دین دارن و حالا ممکنه که عمل نکنن مستقیما، ولی خب بالاخره مسیحی هست. اما در این حال تئوری داروین براشون مهمه در واقع. یعنی اینا را تئوریست که در مدرسه به اینا یاد میدن که در واقع تحولات در جهان صورت گرفته از دیرباز
و بعد منتهی شده احیاناً به پیدایش آدم. و کسی که البته این قبول نکنه به سبب که به آدم و حوا معتقد است یا به هر علت دیگه، خب طبعا این آدم میشه گفتش که یا آدمی است وابسته، وابسته به یه مرجعی، وابسته به یک مکتبی یا مشربی یا هر چیز میخواد باشی. این به این معنا در واقع اسمش گذاشتم دینکو. اما در اروپا یک کسی که او هم دین داره باید خیلی آدم عقب افتادهی باشه در واقع، که همش حواسش پی آدم حوا باشه و از زیست شناسی و شیمی و از این حرفا بپرهیز و بگریز. در واقع این چیزهاییست که باید در واقع باش فکر کرد. یه مسئله دیگه که ما خیام کنم مهمه بسیار این نیست که ما هید بپرسیم که پس غربی ها چطوری چه شدی که فکر کردن. عملا شما اگر نگاه بکنید در یک سطح وسیع جهانی میبینید که تمام کارهای پدیده های مهم علم رو غربی ها کردن، از آغاز یونانیش و سپس رومی گرفته تا همین امروزه. در این که ما کتابهای اونا رو ترجمه میکنیم که شکی نیست، برای این که ما نه امکان اساسا پژوهش داریم، نه زمینه این کار داریم، نه علمشو داریم. در واقع کتابهای دانشگاه رو اگه نگاه بکنیم خب برای کم کم اینا همشون روشنه که اینا بازگرفته است لااقل از کتابهای غربی. و اینکه من میگم ما علم نداریم معنیش این نیست که مثلا ما پزشک نداریم فرض بکنید، یا مهندس نداریم که مثلا یه برج و بارو بسازه، بلکه معنیش این است که اون نهادی که باید در واقع علم را دائما بپرورونه و ایجاد بکنه که همچی چیزی نزد ما وجود نداره. برای اینکه این مستلزم داشتن آدمایی هستن که تحقیق میکنن و بعد مستلزم داشتن یه فرهنگی است که زمینه های تحقیق را فراهم بیاره به صورت پژوهش و و و و و. خب نگاه بکنیم ما برخلاف اون چیزایی که مثلا راجع به سرطان میدیم این است که اینا غربی ها اخیرا کشف کردن دیگه. بعدم یه پلم جلوتر بریم بازم اونم از اون کاری که غربی ها کردن پیشتر از اونا میگیریم. ما خودمون به هر حال رأسا علم نداریم. اون چیزی که از ریاضیات میدونیم از غربی ها میدونیم، اون چیزی که از روانشناسی میدونیم از این آریه میگیریم، چیزی که از فیزیک میدونیم به همچنین. در واقع این شواهد و مواردشه. و همینجا که من میگم که ما علم نداریم و چه علوم طبیعی و علوم انسانی که اصلا در واقع، برای اینکه زمینه فرهنگیش اصلا موجود نیست. در حالی که اگر یک کسی اخیرا علوم طبیعی رو بخونه، یعنی بیولوژی به یاد بگیره، میتونه به هر حال در این زمینه کمی کار بکنه یا هیچ مسائل رو توضیح بکنه. در حالی که در علوم انسانی به اصطلاح اصلا مطلقا چنین چیزی نیست. در واقع به خصوص به این سبب که علوم انسانی مرزشون خیلی چیزه، خیلی ناروشنه در واقع. یعنی هر کسی میتونه بیاد یه ادعایی بکنه بدون اینکه میزان و معیار برای محک زدن اون ادعا وجود داشته باشه. اما شما نمیدونید که مدعی باشید که بیولوژی میدونید، بعد ازتون بپرسن که خیلی خب احیانا بچه چگونه به درست میشه و بعد نتونید پاسخ بدید. یا اگر پزشک باشید، اگر علم پزشکی ندونید، خب طرف رو میکشید دیگه، آمپول عوضی بزنید کار یارو ساخته است. اما در حالی که در علم در علوم انسانی اینطوری نیست. شما میتونید بگید بله این روانشناس این حرف زده، اونه که این حرف زده، کاری که ما همیشه میکنیم در واقع. و بعد هم یه پدیده های توضیح بدید بدین بدون این که اصلا هیچ به هیچ کسی بر بخوره
و بدون اینکه موجبی باشه ما بتونیم که بر اساس موجب نره شک بکنیم در واقع. و همین جهت هم هست که اینجوری که من برای یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی نوشتم، ما یه آدمایی داریم که هم چیز هستن، هم عارف هستن، هم پیرو کارل پوپر، یا احیانا کسانی هستن که میگن که ما دنبال روی چیز هستیم، مارتین هایدگر هستیم، یا میگن ما پست مدرنیست هستیم و بر اساس اون تز مارتین هایدگر راجع به نهاد تکنیک قبر رو میتونیم انتقاد بکنیم، در حالی که ما هنوز مثلا سوزن خودمون بلد نیستیم بسازیم. هر واقع اینا یه جور مشغله ذهنیست برای ما. شنیدم که در همین روز جهانی فلسفه در ایران یک خانم که من نمیدونم و حال اسمش الان یادم نیست ولی گفته شد، گفته که ما روز جهانی فلسفه در ایران ما 45 تا فیلسوف ایرانی معرفی میکنیم به جهان، مثلا مثل آش و کشک. در واقع اینا محتملا کسانی نیستن که به تعمد دروغ بگن، این در واقع ناشی از تصورات ذهنی ایناست، یعنی اینا از ذهنشون در واقع دوچار یک از نظر ذهنی دوچار یک تصورات و توهماتی هستن که خیال میکنن که اگر احیانا ما بگیم که خیلی خوب محی‌الدین عربی زورش از نظر فکری بیشتر از مارتین هایدگر بوده، یعنی ما چیز داریم، فلسفه داریم. شما تو هر کتاب نگاه بکنید در زمینه علوم انسانی تقریبا میشه گفت دو صفحه نمیتونید پیدا بکنید که نویسندش متوسل نشده باشه به احیانا این یکی اون متفکر دیگه، در حالی که حتی اگر قرار باشه ما یه متفکر رو بتونیم توضیح بدیم که خیلی هنر کردیم، در واقع ما باید از درون خود اون متفکر بتونیم نظرش رو منتقل کنیم و این کار لااقل به هر حال دشواره، در این حد دشواره که هم انتقالش دشواره برای اینکه به یه فرهنگ بیگانه است که فرهنگ واست، و دیگر اینکه زبان رو هم ما از نظر زبانی هم اشکال دارید، نه از این نظر که زبان ما ناقص باشه، نه، زبان ما زاده فرهنگ ماست در واقع، و زبان ما زاده فرهنگ ماست و زاینده فرهنگ ماست. حالا شما از توی فرهنگ آلمانی که خودش زاینده زبان آلمانی است و زبان زاینده فرهنگشه، اینا به هم با ایران که در نظر بگیرید انقدر بیگانه است که مشکل میشه این انتقال در واقع میتونه صورت بگیره. اما در احیانا ممکنه که بگه خیلی خوب مثلا فرانسوی زبون دیگه دارن، درسته البته، منتها کشورهای اروپایی از یه منشأ دیگه با هم یه وجه مشترک دارن، اون منشأ یونانیه در واقع، یعنی همشون به یه صورتی از نظر فکر منتهی میشن به اون سرچشمه، اون سرچشمه یونانه، از طریق اون از که اینا میتونن این انتقال رو در واقع به هم صورت بگیره در واقع. و در نتیجه به کسانی که به حال خیلی اهل علم هستن بر نخوره، برای اینکه آدمی که علم داره نباید واقعا بهش بر بخوره. اما ما کجا میتونیم که بگیم که ما چیکار کردیم در از همین 50 ساله؟ یک موردش نشون بدیم که بگیم که ما زاینده بودیم از این نظر به آفریننده، و اینم مدرک اصطلاح آفرینندگی علمی ماست. آقای دوستدار، اون بانویی که درباره حضور 40 فیلسوف اظهار نظر کرده از برگزار کنندگان کنگره فلسفه است، اسمش هم از خانم شهین اعوانی تحصیل کرده فلسفه در آلمان. بله بله بله، نشانی هاش اسمش آقای موری واقعا بی اهمیته، اصلا بی اهمیته که آدم کجا درس خونده باشه به این صورتی. بله. در اروپا و آدم احیانا شاگرد، فرض کنید
شاگرد هاورماس باشه یا شاگرد فیلسوف آمریکایی باشه یا فیلسوف فرانسوی. تو شاگرد بودن صرف در واقع داله بر هیچ چیزی نیست. با خودمون میدونیم رو که توی مدارس ما یا توی دانشگاه های ما در دوره حتی پیش از دوره جمهوری اسلامی همطوری بوده. در واقع ما اینو میدونیم که درسته که یه معلم خوب میتونه خوب بیاموزه در واقع یا به شاگرداش یاد بده یه چیزایی رو، ولی معنیش این نیست که تمام شاگردا یه کلاس معلم خوب اینا همشون آدمای خیلی هوشمندی وار بیان. حضورتون عرض کنم که شما در آثارتون فرهنگ دینخویی رو توصیف کردید به عنوان فرهنگی ایستا. من سوالم این است که برای پویا کردن اون روشی وجود داره در زمان کنونی؟ قطعا وجود نداره، برای اینکه فرهنگ ایستا خیلی گویاست. در واقع شما این رو به حال یاد من انداختید. فرهنگ ایستا یه فرهنگی است که عقیمه. در واقع اگر قرار بود عقیم نبود، باید یه پدیده‌هایی داشته باشه که آفریننده یا زاینده اونا باشه. کجا هستن این پدیده‌ها؟ در واقع اینکه مثلا ما 200 نویسنده داریم که رمان می نویسن، یه عده‌ای دارن که 5000 تا آدم داریم که شعر میگن، یا 200 نفر هم داریم نقاشی میکنن. اینا در واقع خیلی چیزای بی اهمیتیه. ما در هیچ زمینه ای، در هیچ زمینه ممکنی وجود نداره که ما یه کاری کرده باشیم، به خصوص در این دوره 700 ساله 600 ساله بعد. در واقع در دوره قبلش چرا بوده؟ ما ریاضیدان داشتیم مثل خوارزمی یا یه کسی بود مثل ابن سینا که از ترجمه های خیلی بد ارسطو بتونسته خیلی چیز بیاموزه. اما ما جز این که نگاه بکنیم، آدمایی هستیم که هیچ چیزی نمیتونیم فراهم کنیم و به دست بدیم بگیم کار ماست. صحبت این که پویایی ایجاد بشه، پویایی یه چیزی نیست که آقای مهری از شما از خارج ایجاد بکنید. پویایی درونیه. در واقع اون کسانی که در آغاز فرهنگ ما پایگذار بودن، اونا در حد خودشون و به نوع خودشون پویا بودن، به نوع خودشون و در حد خودشون. در واقع یعنی ما یه آدمی داشتیم مثل فردوسی، که این فردوسی عمرش فقط و فقط گذاشته برای اینکه یک دوره از تاریخ یا از دوره پهلوانی ما رو به شعر در بیاره که یه فاصله چند صد ساله باش داشته. در واقع یعنی در عملا اینطوری باید بگیم که ما فردوسی همه عمرش رو از 400 سال قبلش به اون طرف فکر کرده. در واقع و اینا البته اینا مهم بودن. یا آدمایی مثل او، یا فرض بکنید مثل ابن سینا یا مثل حافظ، طبعا مهم بودن، اما اینا هیچ کدومشون در این حال سرچشمه آفرینندگی نیستن. در واقع اما برای اینکه من این نکترم روشن بکنم که چرا نیستن، اینو میتونم به این صورت بگم که اگر من در مورد فرهنگ غرب میگم، برای اینکه فرهنگ غرب شاگردای خوب یونانیان بودن. شاگرد خوب این نیست که تقلید بکنه، شاگرد این است که از معلم خوب خوب یاد بگیره، بعد راه خودش پیدا بکنه. ما نه واقعا معلم خوب داشتیم، نه شاگرد خوب داشتیم، نه اصلا راه داریم. در واقع مجموعاً وقتی شما نگاه بکنید میبینید که ما اصلا از جامون تکون نمیخوریم. چی میتونید شما به دست بگید که بگیم که خب اینو ما در از این 40 سال اخیر یه آدم آوردیم تو میدون که این در از این 40 سال اخیر مثلا گل کرده و الان در خور توجهه و باید ببینیم که ما چه کارهایی مثلا تر زمینه تحقیقات کرد. همچه آدمی ما هم نداریم. در حالی که اگر قرار بوده فرهنگی پویا باشه، نه این باید فقط یه دونه میداشت، باید ده ها میداشت. در واقع صحبت اینه، صحبت این است که کشورهایی که در
در زمینه‌های مختلف فرهنگی پیشرو هستن، اینا کسانی نیستن که در یه زمینه یه دونه مثلا فرض بکنید یه پروژه‌ای داشته باشن و این پروژه رو به سامان برسونن، بعد مردم بگن بخوابن بگن که بله ما یه آدمی داشتیم که همچی پروژه‌ای داشته به ثمر رسونده. نه چنین چیزی نیست، اصلا چنین چیزی نیست. شما وقتی نگاه بکنید ببینید که در غرب، من به در غرب باید تاکید بکنم، برای اینکه تمام کشورهایی که پا به پای غربی ها در یه زمینه پیش رفتن، اینا در واقع همه کسانی بودن که شاگردان غرب بودن. در واقع فرق نمی کنه در هر زمینه، چه در زمینه علوم طبیعی و چه در زمینه علوم انسانی، مرکز این تلاش و باروری فرهنگی از نظر علمی هنوز که هنوز خود غرب در واقع. اما ما چیزی نداریم مثلا به دست بدیم، باید آخه یه مدرکی داشته باشیم بگیم آقا ما این کار کردیم. ممکنه بگن که خیلی خوب بعضی از آدم ها آمدن کتاب های سودمند نوشتن راجع به این یا اون متفکر غربی، خب اوکی خوبه، ولی مگه ما با کار اون اصلا مشکل ما به این ترتیب شناخته میشه یا حل میشه که ما احیانا بفهمیم که نیچه چه جور متفکری بوده و نظرش چی بوده و آموزش چی بوده؟ چون اینا برای ما در حد لوکس و از حد لوکس تجاوز نمی کنه. اگر حتی ما قادر باشیم که تئوریای اینها رو یا آموزه های اینها رو منتقل بکنیم، در واقع میشه گفت که ما همیشه شکست خوردیم. آقای دکتر دوستدار، در یک بخشی از کتاباتون گفتین که در فرهنگ دینی ایران هیچ وقت کشمکش فکری وجود نداشته. این معناش نیست که یعنی هرگز ما نخواهیم توانست فرهنگ پویایی داشته باشیم؟ نه عملا بله، ولی مادام که وضع به همین منوال است که بوده، مسلمه من راهی نمیبینم. اگر احیانا تک و توک در وهله اول بعد در باعث شمار بیشتر کسانی پیدا بشن که سر بکنن به اصطلاح در مسائل خود ما، هم از نظر فرهنگی تاریخی هم از نظر وضع کنونی، برای اینکه بتونن مشکلات رو ببینن و نشون بدن، اون وقت میشه گفتش که یه روزنه امیدی باز شده. اما مادام که اینطوری نیست، کشمکشی اصلا وجود نداشته. حتی ما در دوره مشعشع تاریخیمون، مال همون باید بگم در قرون 4-5 قرن اول، از قرن مثلا آخر قرن سوم به این طرف، اگر کشمکشی بوده، کشمکش نبوده، تحریم بوده. در واقع تمام عرفان ما فکر کردن رو ممنوع کرده، از صنایع گرفته تا مولوی تا حافظ تا بهار، تمام اینا. یعنی این کشمکش نبوده، بلکه یک چیزی در واقع یک مشرب خاصی از نظر دید و از نظر جهانبینی آمده سرکوب کرده یه چیزی که اسمش در واقع زمان دست ما فلسفه بوده و اونم در واقع از بین برده. به همین سادگیه. همین الان که شما نگاه بکنید عملا اینطوریه که همچنان عرفان تسلط و احاطه خود چپس کرده. این یه مسئله که واقعا انکار نمیشه کرد. بی خودی من یه تصادفیست که هر ایرانی که یه مقاله می‌نویسه 5 تا شعر به هر حال شاهد میاره یا در تایید نظر خودش میاره. اما شما واسه من بگید ببینم کجا میدونید پیدا بکنید در از این 500 سال یه آدمی باشه که وارد کشمکش فکری شده باشه. تک و تو که احیانا ما داشتیم جرقه های زده باید اصلا کافی نیست. چرا مثلا یه کسی مثل خیام بوده طبعا که لاقل پرسشش در این بوده که این چه دنیاییست، این چه دنیایی بدیه، در واقع چرا دنیایی بد باید باشه، در حالی که خیام اینجور که من نجایی نوشتم مخیام کنم خیام در واقع معتقد به خدا بوده و این اعتراض او در واقع ناشی از اعتقادش به خداست.
که چطور ممکنه با وجود خدای همچیز وجود داشته باشه. و اگر چنین نمی بود اصلا به نظر من یه حق اعتراض از او گرفته می شد، برای اینکه هیچ معیاری و دلیلی وجود نداره برای اینکه بگیم که چرا حوادث دنیا اینجوری پیش میاد. در واقع چرا ویرانی ها مثلا جنگ ها سر میگیره و اما این اصلا کافی نیست. در واقع اینکه ما یه خیام دوزه داشتیم، حتی اگه 5 خیام داشتیم کافی نبود. اون موقع مسئله مطرح میشد که یکی در پی خیام بیاد و بگیم که اصلا مگه قرار بوده که دنیا جز این باشه که تا حالا بوده؟ اون وقت آدم فکر میکرد که برای اینکه دنیا جز این باشه اون وقت آدم ها هستن که باید دنیا رو طوری بکنن که قابل زندگی باشه برای خودشون. آقای دکتر دوستدار، اولا بفرمید که غیر از سه اثر بسیار شناخته شده شما، ملاحظات فلسفی، درخشش های تیره و امتناع تفکر در فرهنگ دینی، اثر یا آثار تازه‌تون چی هست برای شنوندگان ما بفرمایید؟ من به حال چند کار در دست دارم که الان موردی نداره من بگم که این کارا مثلا عنوانشون چیه، اما همینجوری به عنوان میشه گذرا فقط بگم که در اون پروژه هایی که من دارم میشون مربوط به زبانه، ایشون مربوط به این است که چرا من متفکرها یا فیلسوفان غربی رو برخلاف فیلسوفای خودمون بخوام بگم در گیومه نمی نویسم اسمشون رو. بازم دو سه تا بزرگ چند تا پروژه در دست دارم که این روش کدومشون تموم نیست، شاید بشه تا سال دیگه احیانا به یک سامان رسوندشون و سرانجام. سوالات بسیاری دارم ولی آخرین سوالم مربوط به سایت شماست. میشه نشانیشو اعلام بفرمایید اگر امکان داره؟ میشه؟ نشانی سایتتونو. آها، سایت من ست دبلیو بعد بله بله نقطه بعد آرامش با ARAMESH و یه خط تیره دوستار DUSTDAR و نقطه کام. خیلی ممنونم آقای دکتر. پس شد آرامش خط تیره دوستار نقطه کام دات کام. بله کاملا درست. آقای دکتر یه سوال یه دقیقه ای هم دارم و اون این نظر آقای خامنه ای است درباره علوم انسانی، چون شما علوم انسانی رو مطرح کردین. بله. این ایده ایشون که علوم انسانی غربی جوانان رو نسبت به وجود خدا و دین مردد میکنه، این رو میشه تحلیل بفرمایید کوتاه؟ نمیدونم راستش بخوای اصلا من در یه سطحی در این حد پایین نمیتونم صحبت بکنم. خیلی کسی در ایران گفته که علوم انسانی آدم ها رو از خدا برمیگردونه یا برنمیگردونه، این حرف واقعا انقدر ابتدایی است که در خور توجه اصلا نیست. علوم انسانی اصلا کارشون این نیست که دیگران رو بر خدا بشورونن یا نشورونن. در واقع علوم انسانی زمینه های مختلفی داره، یعنی زمینه های مختلف تحقیق میکنن، مثل روانشناسی، مثل تاریخ، مثل جامعه شناسی و و و و و من متاسفانه نمیتونم انقدر سطح صحبت بیارم پایین تو برسم به حرف ایکس یا ایگری کرده شما اسپورتی. آقای قطعا این است که بدون علم و علوم انسانی آدم یه آدم نصف کاره است. در واقع برای اینکه آدم اگر از طریق روانشناسی پی نبره که چه احوالی بر آدم میگذاره یا از نظر جامعه شناسی دنبال نکنه که مناسبات اجتماعی چگونه هستن که میتونن تأثیر بذارن روی افراد و به عکس افراد تأثیر بذارن روی اون زمینه اجتماعی، در واقع
یا تمام در واقع علومی که به انسان مربوط میشه. خب درسته، البته آدمی که در جهل مرکب باشه قطعا اون چیز رو میگه که اون فرماندهان کل گفتن یا مراجع گفتن، و اینجا نشون داده میشه که به محض اینکه شما بخواید پا بذارید روی مراجع، اون وقت شروع کردید توی خودتون به پویش در واقع. در ایران خب این امکان نمیخوام به مردم بدن دیگه، و تا حالا هم از قرار این کاری کردن، یعنی فقط گفته شده که این مرز از این مرز پاتون اون در نمیتونه بذارید. در تمام زمین ها اینطوری، در موسیقی اینطوریست، در نویسندگی اینطوری، در شاعری اینطوریست. خب جامعه در وسته و سرکوب شده است در واقع، و همین جدون کسانی که در اونجا حکومت میکنن بیم دارن که مردم هوشیار بشن و بیدار بشن و نخوان دنبال یک کسی برن، بلکه رأساً بیاموزن که خودشون در واقع بپرسن و فکر میکنن. آقای دکتر دوستدار، بسیار از شما سپاسگزارم. خسته نباشین، اجازه بدین باز هم خدمتتون زنگ بزنم و گفته بکنیم. خیلی ممنون آقای بختی. درود بر شما. تشکر. Thank you.